سرک میدانوایی است یا در چند قدمی خود میدانوایی قرار دارم. امی شروع پروژه است. انجینر شویم در کنارم از بین که خبرهای جدید از اینا بشنویم، گپا تا کجا رسیده، چقدر سرک پیشرفت داشته. ما که هرچی بگویم مسلکی گفته نمیتونیم دیگه. السلام علیکم. سلام علیکم صاحب، خوش آمدین، بخیر باشین، سلامت بخیر باشین، تشکر. سلامت زنده باشین. یک خوبی دیگه که الان زیر آب عوام تغییر کرده، زیاد گرمی نیست نسبت به روزای یک ماه قبل یا 20 روز قبل. بله، تقریبا دو هفته شده که هوا تغییر کرده، نسبتا معتدل است، برای کار شرایط فراهم است. خب بسیار خوب. انجینر شب در قدم اول خود یک معرفی داشته باشین برای دوستان. اگه سلام علیکم. محمد رامین هستم، انجینر سرک در پروژه سرک اتصالی از چاره میدان هوایی الا گمرک. برای بیننده های شما و برای شما سلام و احترام عرض میکنیم. بخیر باشین. ما را خو اینمی دوستا هیچ وقت نمیتن، میگن برای ما گزارش بتین از هر پروژه، از هر فعالیت که شاروالی کابل داره، در کجا رسیده کارا. آمدیم امروز یک چند دقیقه مزایم شما هم شاییم، گفتیم کار به کجا رسیده. اول یک معلومات مختصر اگه در مورد پروژه جهت یادآوری بگوین که دوستان بیشتر اطلاعات پیدا کنن، بعدش باز سوالات هم میپرسیم. بچه شم، پروژه که شما فعلا دهش قرار دارین، پروژه سرک اتصالی چاره میدان هوایی الا گمرک است که این پروژه به طول مجموعی 2794 متر طولش است، در عرض 60 متر، با چهار سرک که دو سرک اصلی و دو سرک فرعی در ترکیب خود داره، مای کانالیزاسیون بسیار منظم، پلچک ها در مسیر خود داره، بایسکل رو داره، پیاده رو داره و همچنان روشن اندازهای سرک داره. با اونمو استانداردهایی که یک سرک ایمار میشه، انشالله با اونمو استانداردها این پروژه ایمار میشه بخیر. نقن از کدام تاریخ شروع شد و به بهره برداری چه زمان میرسه؟ دوستا بیشتر پروژه ها را میخوان اطلاعات دریافت کنند که چه وقت به بهره برداری میرسه؟ این پروژه 5 ماه پیش کار شروع شده و 20 ماه قراردادش است از طرف شاروالی کابل. ما کوشش میکنیم که انشالله از میادی که بر ما معین شده از او کده پیشتر پروژه را انشالله که در ظرف 12 ماه کاری به خیر به اتمام برسانیم. و الحمدلله براتون گفته میتونیم که فعلا 25% در مجموع ما پیشرفت کاری داریم و در بخش استرکچرهای سرک 65% پیشرفت کاری داریم که انشالله انقریب شاید کارهای اساسی و زیربنایی که طبقات اساسی باشه شما شاهدش خواهد بودین. بسیار خوب. یعنی مرحله قیریزیش دیگه انشالله تا یک دو سه ماه بعد آغاز خواهد شد. انشالله که ما هم کوشش اینمی را میکنیم که پیش از زمستان حداقل یک مرحله از فرودریزی از ایره تکمیل کنیم، چون که به نسبت بارندگی ها و جمع شدن آب امکان خراب شدن همی طبقات است. کوشش میکنیم که یک مرحله از فرودریزی را داشته باشیم. بسیار خوب. شما گفتیم در این سرک مسیر مشخص بایسکل هم مد نظر گرفته شده، پیاده رو هم مد نظر گرفته شده و مهمی است که انجینر صاحب باید استفاده هم شود. اگر ما وقتی که یک سرک می سازیم یا ساخته میشه، باید اونمو شرایطشان بپذیریم. بله، یا واقعا نظر شما نیک است. همین بایسکل روایی که در دو طرفه سرک در نظر گرفته شده، ای برای سهولت اینمی آبرین که از این مسیر استفاده میکنن و واقعا این مربوط میشه برای خود مردم ما، برای امو فرهنگ استفاده از سرک که کوشش کنن به شکل و به شکل وجه احسنش از امی بایسکل روا و از پیاده روای ازی استفاده از امی کنن. بسیار خوب. انجینر صاحب، یک موضوع دیگر هم اینجا اگر شما تذکر بتین در ارتباط به موانعی که اینجا بود، تخریب خانه، چقدر خانه بازم اگر یادآور شوین، چقدر خانه تخریب شد در مجموع؟ حدوداً براتون گفتم میدانیم که 501 خانه در مسیر از این سرک قرار داشت که کار تخریب از او کاملا خلاص شده و مواد مخروبیش و مساحه انتقال داده شده. موانعی که صد راه پروژه بوده عبارت است از همی مساجد که 5 محراب مسجد در مسیر پروژه قرار گرفته و شاروالی کابل هم به خاطر بودن مساجد مجبور شدن که نقشه را تغییر بدن و نقشه در این قسمت هایی که مساجد واقع شده تغییر کرد و این خودش یک مانع در کار ما ایجاد کرد. و همچنان بیز نمبر دوم شبکه مخابراتی روشن که نزدیک به سرک جلال آباد است، این مانع دیگه است که بلای برق برشنا، پای برق برشنا که شما میبینید به شکل پراگنده در ساحه قرار گرفته، این دیگه مانع است که صد رای پروژه قرار گرفته.
اینمی بعض موانعی هایی که وجود می داشته باشه، خب مسجد ما در موردش کدام صحبت کردن نمیتونیم، از ارتباط به مسائل دینی یا بحث های دیگه که هست یا تعیین شده باشه از قبل، اما شنیدیم که میگن مسجد شهید کنین، را آباد کنین. خب به هر حال بازم همه قدر یک گپ بسیار کلان است که این سرک ساخته میشه و این تغییرات، این سهولت ها قرار بود که باید در سالهای گذشته میامد، اما امروز میه حالا همین فرصت ها یک فرصت های طلایی است که باید استفاده کنیم. بله، خوشبختانه براتان گفتم میتونم که وطن در راستای بهبود، در راستای رشد و انکشاف است و سرک اهمیتش به شما معلوم است که مثل ورید و شریانات در وجود انسان سرک همه قدر اهمیت داره. انشالله که خداوند بخیر با ما این توانایی را بده که بخیر به پای یک مالش برسانیم. موفق باشید. سلام. هر کدام گفتنی، پیشنهاد، انتقاد، گپ سخن داشته باشین انجینر صاحب، میتونین از طریق مایک برنامه سوژه. اولا قدردانی میکنیم، تشکری میکنیم از شما که اینمیت دستاوردارا برای هموطنان ما میکشین، و دوم دیگه پیام ما برای ساکنین اینمی مسیر سرکی است که لطفاً در حصه حفظ و نگهداشت اینمیت پروژه بسیار کوشش بکنن. بخیر باشید. تشکر.